آقای میکونژاد، از صحبت با شما خسته نمیشیم. میخوام که یکی از خاطرات خیلی شیرینی که تاثیرگذار بود تا حدی تو زندگی شما رو در رشته ورزشی برامون بگید. خاطرات شیرینی که در رشته ورزشی تو رشته شیرجه، درسته؟ بله، تو رشته شیرجه از اتفاقاتی که بین خودتون و دوستان افتاد یا مسافرتی که رفتیم مثلا با بچه ها. ما یه خاطره بگم بکنم واقعا جالبه. اولین اردو قرارم کشور بودیم، نه ما اولی دومی بودیم. حالا این من و آقای هیدرپور تو خوابگاه بودیم، تو کام دوکده المپیک بودیم. آره این واقعا هیچ وقت یادم نمیره. بعد این آقای خلقی، آقای لطفی، همیشه از این بچه های زبل و به قول معروف تیزی بودن که سر به سر همه میذاشتن. یادشون بره. اینا میان ما خواب بودیم، بعد میان مثلا صورت های ما رو بخواهم مثلا تو خواب مثلا دیدیم سیاه اردن اردفتوش یک کارایی بکنن، بچه ما هم شوخی میکنن، صورت ما رو با این دودای چیز سیاه کرده بودن. آقای ایدرپور الان میشنوه یادش میاد. بعد من بلند شدم دیدم آقای ایدرپور صورتش کاملا سیاه است. بعد میخنده نمیخواستم بگم، میام داره میخنده، میگم چرا میخندی؟ بعد نگو حالا اینا مثلا صورت منم کار کنم، منم سیاه کنم کاملا دیگه، ولی من از خواب بیده فقط مثل که مثل گوشه مثلا گونم یا مثلا بینیم سیاه بوده. ولی من این کاملا سیاه شده واقعی در تو صورتش. بعد ایشون میگه که میخندید فقط بیانو خود چرا میخندی؟ گفت به تو دارم میخندم. گفتم چرا؟ گفت تو صورت سیاه شده. گفتم خود تو آینه ببین پس اگه صورت بس سیاهه. اینی گفتیم خیلی برای من جایدم افتاد تو اردوها واقعا. یه هستین دیگه اش اوردا، همه هوا هم داشتن تو اوردا، با اینکه با هم شوخی میکردن ولی یه لطف خاص دیگه ای داشت. اینه واقعا میتونم بگم تو اوردا من خاطرهای خیلی جالبی از این نظر زیاد دارم. یکی دیگه بود دارم بیاد بگم، یکی از زیادی که دوستان بکنم، یعنی بود دایو بودیم اسم تمرین میکردیم، آقای شهبازی نام می بودن بکنم، قهرمان همیشه قهرمان سوم دوم ایران و از اصفهان شدن. بعد یادم میاد با اون لهجه غلیظ اسمانیشون، آقای احمدی هم مربیشون بودن که داشتن نگاه میکردن اینا. بعد رفتو بالا، منم بقیش مثلا بخواستیم بپریم با هم دیگه، صف وایساده بودیم دیگه. بعد هی داره میگه من میخوام مثلا یک و نیم پشتک بزنم با اون لهجه، میگم من یک و نیم بزنم. من گفتم تقریبا شاید بگم به جرأت 4 5 دقیقه، من به خودم گفتم این چه حرکتی میخواد بزنه، من اصلا متوجه نمیشم. بعد وقتی زد تازه گفتم مثلا اصلا واسه موندم، اینم خاطر جالبیه گفتم. خاطر تلخ راست شبه هایی که همون گفتم که یکی از شاگردهای خود من که همون فرهاد استاد بنا بود که من خودم هم فکر کنم، نه من تو جنگم ایران بودم، جنگ شروع میشه من دهم خدمت بودم، 14 هم تو جنگ بودم. آره بعد از اینکه میام خیلی هم ایشون به عنوان مثل که بسیج رفته بودن شهید شده بودن که برای من خیلی سخت بود.